سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. شماری از منابع میگویند که جنرال سمی صادق کماندوهای حکومت پیشین را برای جنگیدن در کنار نیروهای اوکراینی و در مقابل معاشهای دلاری استخدام میکنند. همزمان با این طالبان از بازداشت شماری از جاسوسان پاکستان خبر دادند. در این جلسه کرنلای ISI پاکستان و چند نفر از مقامات بلندپایه جمهوریت قبلی حضور داشتند. از سوی هم برخی از منابع مدعیان که اسرائیل، آمریکا و ایران در حال گفتگو برای آتش بس جامع می باشند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. برخی از منابع مدعیان که جنرال سمی صادق با شماری از کمپانی های قراردادی اوکراینی گفتگو کرده تا شماری از کماندوهای ارتش پیشین را در بدل پول به اوکراین بفرستد. Dear Mr. David, as I had previously discussed with you regarding the 7 individuals who are ready to go to Ukraine under contract through your company. یک نوار صوتی که با تازگی به دست رسانه ها رسیده نشان می دهد که آقای صادق می گوید که این نیروها حاضرند تا در بدل $5,000 آمریکایی به اوکراین رفته و در دوشادوش نیروهای اوکراینی در برابر روسها مبارزه نمایند. I personally know them and they have proven to be very effective within the ranks of the Afghan Special Forces. به گفته آقای صادق شرط دوم این نظامیان این است که این پول باید در ابتدای قرارداد به وی و نظامیان تحویل داده شود. They have two conditions. First, they are requesting a monthly salary of $5,000 and second, half of the payment must be given to them at the start of the contract. گفتنی است که آقای صادق تاکنون در این مورد چیزی نگفته و آن را رد و یا تایید نکرده است. وی بارها از ارتباطات نزدیک با فرماندهان و جنرالان حکومت پیشین سخن گفته و می افزاید که در تلاش است تا برای افغانستان راه حل مناسب پیدا کند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اقدام آقای صادق به تندی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این کار وی تجارت تازه است که جان هزاران سرباز پیشین را به خطر می‌اندازد. آنان می‌افزایند که این چنین افراد باید از تجارت با جان انسان‌ها دست بردارند و چنین اقدام را انجام ندهند. همزمان با این طالبان مدعی است که فردی را بازداشت کرده که به ادعای آنان به شبکه جاسوسی پاکستان پیوسته بود و به افغانستان فرستاده شده بود تا خرابکاری کند. عظیم الله فاروقی مشهور به راسخ، ولدی فیض الله، ولدی سفر محمد، سکونت اصلی ولایت بدخشان، ولسوالی افتلی پایان. مقامات حکومت سرپرست به تازگی ویدیوی از فردی به نام فاروقی را منتشر کرده که وی در آن میگوید که به وسیله فردی به نام سید رضا هاشمی جذب شده و برای تحریک مردم بر علیه طالبان به بدخشان و شمال افغانستان فرستاده شده است. در افغانستان ناامنی ایجاد کنین، خصوصا در واخان بدخشان. همچنین طالبان از سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری یک شرکت چینی بر مس عینک خبر دادند. به گفته طالبان در این پروژه برای 3000 افغان زمینه کار فراهم می گردد. طالبان به نقل از رئیس کمپانی مس عینک می گوید که چین در سال آینده میلادی ماشین آلات مورد نیاز را به افغانستان وارد کرده و کارهای اولیه استخراج معدن را آغاز خواهد کرد. از سوی هم و به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته است که اگر آنها حریم هوایشان را برای حمله به ایران در اختیار اسرائیل قرار دهند، این اقدام غیر قابل پذیرش است و با واکنش جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
این مقام ایرانی در آستانه سفر عراقچی به عربستان سعودی و برخی از کشورهای منطقه این اظهارات را بیان کرده است. این مقام جمهوری اسلامی به روی طرز گفته که ایران صراحتاً اعلام کرده است که هر اقدامی از سوی هر کشور حاشیه‌ای خلیج فارس علیه تهران، چی اجازه دادن به اسرائیل برای استفاده از حریم هوایی و چی پایگاه‌های نظامی از جانب جمهوری اسلامی، به معنای اقدام همه این کشورها تلقی می شود و تهران به آن پاسخ می دهد. همزمان با این کانال 12 اسرائیل ادعا کرده است که آمریکا و چند کشور عربی مذاکرات پنهانی را با جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به آتش‌بس جامعه آغاز کردند. بنابر این گزارش، هدف از این مذاکرات آرام کردن همزمان تمام جبهه‌های درگیر در منطقه است. شماری از منابع مدین که به دنبال حمله اخیر موشکی ایران، اسرائیل به شدت نگران شده و از توان موشکی ایران هراسان شده و در تلاش است تا از گسترش جبهه‌های جنگ جلوگیری نماید. همچنین برخی گزارش‌های هم وجود دارد که امروز چهارشنبه جو بایدن و بنیامین نتانیاهو گفتگوهای حساسی را انجام خواهند داد. با گزارش اکسیوس، نتانیاهو تا اواخر وقت روز گذشته، یعنی روز سه‌شنبه، همراه با وزرای ارشد و فرماندهان نظامی و اطلاعاتی خود سرگرم بررسی طرح‌ها و تصمیم‌گیری درباره زمان و گستردگی حمله‌ها بوده است. یکی از مشاوران نتانیاهو به اکسیوس گفته است زمانی که تصمیم اتخاذ شود، نتانیاهو میخواهد با بایدن صحبت کند. در مقابل، ایران هم تهدید کرده و گفته است که هر نوع حمله این کشور با پاسخهای روبرو خواهد شد. ایران میگوید که تمامی آمادگی های دفاعی و تهاجمی گرفته شده و این بار حمله شدیدتر انجام خواهد شد. مقامات ایرانی اما در عین حال میگویند که خواهان افزایش و گسترش تنش در منطقه نمی باشند. همچنین از آمریکا نیز خبر می رسد که 25 امام مسجد از کامالا هریس اعلان حمایت کردند. این ملا امامان گفتند که هریس آدم معتدل است و ممکن است که با قدرتگیری او جنگ در کشورهای اسلامی کاهش یابد. در همین حال وزیر کشور فرانسه اعلان کرده و گفته است که عمر بن لادن، یکی از پسران اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، از فرانسه اخراج شده و از بازگشت به این کشور منع شده است. با گفته مقامات فرانسوی، عمر بن لادن 43 ساله در سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظرهای را در جانبداری از تروریسم منتشر کرده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، الله نگهدار.